رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی از به هم خوردن تعادل آبی در حوزه آبریز دریاچه ارومیه خبر داد. حسن منیریفر میگوید به دلیل شیب منفی دریاچه ارومیه هر گونه اضافه شدن آب موجب حرکت آب شور از سمت دریاچه به طرف اراضی حاشیه‌ای و سفره‌های زیرزمینی شده و کشاورزی منطقه را با چالش مواجه خواهد کرد. و در ادامه با تاکید بر بیفایده بودن برنامه‌های کوتاه مدت، راه حل این مشکل را استفاده کمتر از سفره‌های زیرزمینی و تغذیه طبیعی و یا مصنوعی دریاچه ارومیه می‌داند. عدم کنترل صحیح، عدم مدیریت صحیح، هزاران هزار چاه‌های عمیق غیر مجاز و به اضافه چاه‌های عمیق و نیمه عمیق مجوزدار، آب‌های زیرزمینی تبدیل به آب‌های شور شده، تنوع زراعی دیگه آسیب دیده. من اختیار ندارم همه گیاهانی که در اونجا قابلیت کشت دارن بکارم، فقط میتونم یونجه بکارم، فقط میتونم گندم بکارم. اگه فرض بکنیم همه آبها رو باز کردیم، همه سطح ها باز کردیم، از یه دیگه از کشورهای همجوارم آب گاز گرفتیم، خواهش کردیم که مقدار آبتون رو که از رودخانه های مشترک داریم به ما بدیم، ما میخواییم دریاچه ارومیه رو پر بکنیم. آسیبی که به فعالیت های زراعی حاشیه میرسه خیلی 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 ناچیزه در برابر اینکه بذاریم دریاچه ارومیه خوش بشه و میلیاردها تن در سطح نمک در سطح خاک بمونه و فرسایش بادی این نمک ها رو با خودش منتقل بکنه به منطقه، فاجعه حاشیه تبدیل به منطقه‌ای و از فاجعه منطقه‌ای تبدیل به فرامنطقه‌ای بشه. پیش از این مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفته بود بخش کشاورزی با مصرف 90% از آب دریاچه ارومیه تا 33% در خشک شدن این دریاچه مؤثر است. حسن عباس نژاد همچنین از اجرای 24 پروژه اضطراری برای تأمین 3 میلیارد متر مکعب از 25 میلیارد متر مکعب لازم برای نجات دریاچه ارومیه خبر داده، اما کارشناسان مستقل این اقدام را کافی نمی‌دانند. بنده هنوز هم معتقدم که برای نجات دریاچه ارومیه بایستی از آب‌های ذخیره شده پشت سدها، همونطور که دولت میزان مجازش رو 3.7 میلیارد متر مکعب اعلام کرده داده بشه. ملاحظه بفرمایید ما غیر از تعیین حقابه از آب پشت سدها و نیز بهبود سیستم های آبیاری به سیستم های مثلا آبیاری قطره‌ای و یا آبیاری بارانی چاره‌ای نداریم. اینها تنها راه چاره هستند. کارشناسان میگویند برای رسیدن به حداقل تراز لازم میبایست 12 میلیارد متر مکعب آب به دریاچه جاری شود. در غیر این صورت تا 4 سال دیگر این دریاچه به طور کامل خشک شده و بیش از 12 میلیون ساکنان این منطقه شاهد آسیب‌های ناشی از آن خواهند بود. احمد باطبی، صدای آمریکا.